سلام دوستان، خب تو اینجا میخوایم نرم افزار مدیریت هزینه ها و درآمد های شخصی رو بهتون ارائه بدیم. این نرم افزار به شما کمک میکنه که مجموعه درآمد ها و هزینه هایی که در روز و ماه رو دارین انجام میدین بتونین ثبت کنین و اونها رو مدیریت کنین و توی برنامه ریزی هزینه هاتون در واقع خیلی بهتون میتونه کمک کنن. افرادی که خب در روز ما خیلی وقتا خرج‌های مختلفی داریم، درآمدهای مختلفی داریم، آخر ماه میایم ای بابا پولا چی شد، کجا رفتش. خب با استفاده از این نرم افزار میتونیم بفهمیم که داریم چه کارهایی میکنیم، چه خرج‌هایی میکنیم، چقدر درآمد داریم و تو کنترل در واقع پولمون بهتر عمل کنیم و سعی کنیم که از لحاظ مالی پیشرفت بکنیم. خب تو این نرم افزار ما یه فرمی رو داریم که تو این فرم امکان ثبت هزینه تو قسمت راست و ثبت درآمد تو قسمت چپ وجود داره. وقتی که از این فرم استفاده کنین، داده‌هایی که اینجا ثبت می‌کنین تو یه پایگاه داده‌ای میشینه که توی جدول به نام دیتابیس هستش. اینجا میاد قرار میگیره اینجا مواردی که ثبت می‌کنین و یه داشبورد داریم که در واقع گزارشی هست از هزینه هایی که داریم انجام میدیم. خب این رو حالت پرینت هستش، یه مقدار ممکنه نمودارها جا به جا شده باشه، اینطوری درستش کنیم. میخواییم فقط نگاه کنیم، میتونیم تو این حالت بیاییم تو این ویو، تو این نما، اون وقت کلش رو یه جا میتونیم ببینیم. خب این در واقع گزارشی هستش که ما داریم واسه درآمدها و هزینه‌ها که بهش حالا دیرتر میپردازیم. خب پس در واقع ما سه تا شیت اصلی داریم. این شیت ها در واقع شیت های کمکی هستن که من هایدشون میکنم، شما نیازی ندارین، ولی اگر خواستین چیزی رو ادیت کنین میتونین از اینا استفاده کنین. یکیش پیوت تیبل ها هستن که از طریق اونها نمودارها رو کشیدیم و یکی دیگه هم یه سری داده ها هستن که موقع ثبت هزینه ها و درآمد ها ازشون استفاده. پس این سه تا شیتی هست که شاید باش کار داشته باشیم. با دیتابیس هم زیاد کار نداریم مگر چیزی رو خواستیم پیدا کنیم، چون حجم داده ها خیلی زیاد میشه. مثلا اگر اینجا نگاه کنیم ما تقریبا 2053 تا داده ثبت کردیم واسه اینکه اون نمودارا رو بتونیم بکشیم. همشون هم به صورت تصادفی هستش و فقط محض اینکه بتونیم نمودار رو به شما نشون بدیم و اینو بعد پاک بشه وقتی شما میخواین استفاده کنیم. خب فرض کنیم که من میخوام روی امروز 23 بهمن 1397 یه تراکنش جدیدی رو، یه هزینه جدیدی رو که انجام دادم بنویسم. به طور مثال 50,000 تومان هزینه کردم. شماره تراکنش رو حتما وارد کنین. اگر وارد نکنین به صورت خودکار شماره سطر توی پایگاه داده‌تون دیتابیستون ثبت میشه. فرض کنیم مثلا شماره تراکنشی که انجام شده، وقتی کارت بکشین اون شماره بانکتون یا هر چیزی که مثلا دارین پرداخت رو، شماره فاکتور، هر چیزی میتونه به اون شماره تراکنش باشه، ولی یکتا باید باشه. سعی کنین که شماره تکراری نباشه. اگر یکتا نباشه خودش پیش فرض میاد یه شماره دیتا بر اساس سطر یکتا قرار میده. حالا آریا به روزم یه اسم در واقع تصادفی بود که گذاشتیم. فرض کنین این هزینه رو ما به دو قسمت تقسیم کردیم، یا خرج یا برجه. خرج خب هزینه های هستن که نیاز هستش و ضروری هست باید انجام بدیم. برج ها در واقع هزینه های هستن که یک خوب ما مثلا باید اونا رو پرداخت بکنیم و در واقع یه سری هزینه های غیر ضروری هستن. خب بر اساس تعریفتون میتونین خرج و برج رو انتخاب بکنین که خرج بوده این هزینه یا برج بوده. دستبندی اون در واقع این دستبندی ها رو که ما اینجا قرار دادیم سعی کردیم اکثر موارد رو شامل بشه. خب تو زمینه بهداشت و درمان میتونه باشه، پوشاک باشه، خوراک باشه و غیره. فرض کنیم مثلا من اینجا سایر هم قرار دادم. اگر خواستی اینا رو تغییر بدین میتونین شیت رو آن هاید رو بزنین، کلیک راست کنین آن هاید لیست، توی اینجا میتونین این موارد رو تغییر بدین.
دستبندی هزینه ها رو میتونید تغییر بدین یا هر کدوم از این لیستایی که وجود داره. ولی خب ما این رو گذاشتیم چون اکثر موارد تو این زمینه هستن، اگر چیزی رو خواستین تغییر بدین اونجا میتونید تغییر بدین. فرض کنیم مثلا ما در زمینه آموزش و یادگیری بوده این 50,000 تومانی که خرج کردیم و یک جا هم دادیم، قسطی نبوده، مصرف کننده اون در واقع کسی بوده که این خرج رو واسش انجام دادیم، یا برای خودم انجام دادم یا برای خانواده‌ام انجام دادم به صورت خانوادگی، مثلا رفتیم بیرون یه رستورانی جایی، برای همسرم یا فرض واسه فرزندانم این خرج رو کردم، واسه خانواده و فامیلم، دوستانم، خیریه، خدمات کاری، در واقع خدمات این هزینه، مثلا فرض کنیم من علاوه بر کاری که دارم میرم تعمیرات منزل هم انجام میدم، واسه اون تعمیرات منزل مجبور بودم 50,000 تومان خرج بکنم بر فرض، بعدا که درآمدم رو گرفتم اون 50,000 تومان حالا روش اومده، ولی به هر حال این خزینه ای هست که در حال حاضر انجام داده بودم، میتونم اون رو هم ثبت کنم و سایر موارد که اینجا در نظر گرفته شده. خب فرض کنیم مثلا من اینو واسه فرزندانم خرج کردم، واسه آموزش و یادگیریشون به صورت نقد پرداخت کردم، اینجا نام اون هزینه رو میتونیم بنویسیم، فرض کنیم برای یک جلسه کلاس تقویتی ریاضی گرفته بودم واسه فرزندم. خب اینجا در واقع ما فرمول داریم، این رو پاک نکنید، این قسمت رو شما نباید دست بزنید اگر مگر اینکه بخواید فرمولش رو تغییر بدید. مقدار هزینه‌ای که تا الان در بهمن ماه انجام شده توسط این شخص آقای آریا بهروزی اینقدر بوده، در حال حاضر توی ماه بهمن اینقدر هم درآمد داشته و مقدار هزینه‌هاش بیشتر از درآمدش بوده هستش، و این شخص تا آخر بهمن باید حواسش باشه که سیوینگ در واقع نداشته، بیشتر از درآمدی که داشته خرج کرده. این هم واسه کنترل درآمد و هزینه‌هاتون مناسبه که همون لحظه در نظر بگیرید توی ماه من چقدر هزینه داشتم و چقدر درآمد داشتم. میتونید توضیحات اضافه کنید، کلاس رو اشتباه نوشتم، خب میتونید یه توضیحات هم بنویسید، مثلا به علت نزدیکی به امتحانات نیاز به یک جلسه تقویتی برای مثلا امیر حسین، اسم یه فرزندتون میتونید، یعنی اگه رفت اونور اشکال نداره چون زیاد جا نذاشتیم واسش، مهم اینه که اونجا میره ثبت میشه. بعدش میتونید ثبت هزینه رو بزنید، وقتی که ثبت هزینه رو بزنید توجه که اینجا یه مقدار اضافه شد، هزینه ثبت شد و رفت توی این پایگاه داده نشسته، این آخری 2-3-4 هزینه آموزش یادگیری فرزندانم، یک جلسه تربیتی و توضیحاتی که اینجا نوشتیم. خب این واسه ثبت هزینه بوده. به صورت قسطی هم میتونیم مثلا فرض کنیم من تو امروز رفتم مثلا یه تراکنش دیگه ای انجام دادم، اومدم یه وسیله فرض کنیم مثلا لوازم اساسه خریدم، فرض کنیم مثلا ماشین ظرفشویی خریدم به صورت قسطی. خب این خرج من بوده، ببخشید اینجا اشتباه نوشتم، اولا که خانوادگی هستش و من برای خانواده این خرج رو کردم، داشتم اشتباه وارد میکردم، نام هزینه خرید ماشین ظرفشویی به صورت قسطی، این میشه پرداخت اولیه من. در واقع اگر قسطی خرید میکنین، چیزی که توی فرم بهم پر میکنین پرداخت اولیه هستش، همیشه پیش قسطی رو باید اول بدین به صورت قسطی. فرض کنیم من چکی این رو خرید کردم، چک رو انتخاب میکنم و بعد ثبت هزینه رو میذارم. وقتی که ثبت هزینه رو در حالت قسطی بزنین، میگه ازتون میپرسه میخواین پرداخت های آینده رو هم ثبت کنین، چون قسطی هست فرض کنیم مثلا من توی 3 قسط قراره این رو پرداخت بکنم، اولش یه 50,000 تومان دادم، حالا ماشین ظرفشویی خیلی گرونتره، مبلغ قسط 2 نام پیمنت نامبر میشه شماره پرداخت دوم، اینجا رو ما انگلیسی گذاشتیم به خاطر اینکه بعضی از
سیستم ها اگر فارسی بذاریم علامت سوال نشون میده، حداقل میدونیم انگلیسی همه جا نشون میده، ولی خب ساده در نظر گرفتیم. خب شماره دو، پرداخت شماره دو، فرض کنیم مثلا 1,000,000 تومان خرید بوده، 50,000 تومان قسط اول رو دادیم، بعد توی مثلا سه قسط قراره بدیم، یه 300,000 تومان تو قسط دوم باید بدیم. در چه تاریخی؟ 1397 ماه 11 فرض کنیم مثلا امروز قسط بعدی رو میدیم، 50,000 تومان خیلی کم بوده، میگیم خب صبحش رو همونجا نقدی 50 تومان چک دادیم، بعد اومدیم گفتیم یه چک بعد از ظهرم بهت میدیم که مثلا بریم نقد کنیم. حالا میخوام چون آلارم رو بهتون نشون بدم واسه امروز رو ثبت میکنم. شماره تراکنش اون مثلا 2341 بوده، اینجا میتونم یه نوت بنویسم فارسی قسط دوم، یا قسط دوم ماشینه ظرفشویی. بعد که اینا رو کامل کردم اد رو میزنم، یعنی اضافه میکنه قسط. حالا میگه پرداخت سوم رو باید بزنیم. یه 350,000 تومان تا الان ما پرداخت کردیم، فرض کنیم بقیهش رو هم 650,000 تومان توی مثلا تاریخ اسفند ماه چک میدیم به طرف، بعد اینم مثلا میشه خط تیر دو. اینا رو پارت نمیشه به خاطر اینکه راحت تر بتونیم هر دفعه دیتا رو وارد کنیم، فقط یک بار مثلا بعد وارد میکنیم، بعد دیگه تغییرات رو میدیم. خب این رو هم اد میکنیم، اینجا میشه قسط چهارم. اگر قسط چهارم داشتیم میتونیم اضافه کنیم، الان سه قسط داشتیم دیگه اندش میکنیم و پایان پیدا کنیم. میگه آیا میخوای آلارم واسات ست بکنم که وقتی اکسل رو باز کردی بهت نشون بده که آقا الان وقت قسطات هست؟ میگم بله. یه دان الان تموم شد. خب اگر توجه کنیم بریم توی پایگاه داده، اگر بیایم آخری اینا رو برج انتخاب کرده بودم، من میخواستم خرج باشه، متاسفانه برج انتخاب کردم. میتونم اصلاح کنم، این رو خرج میذارم، اصلاح تراکنش. بعد توجه کنیم وقتی که اصلاح تراکنش رو میزنیم فقط شماره تراکنش 1,2,4,3 هستش که داره تغییر میکنه، بعدی هم باید بر اساس شماره تراکنشش بزنیم. مثلا اینجا 1,2,3,4 آره 1,2,4,3 بود که تغییر کرده، بعد 2,3,4 هستش، بعد 2,3,4,2 هستش. اینا رو باید دونه دونه بزنیم و اصلاح رو بزنیم، یا این که مثلا بیاییم توی دیتا تیبلمون اینا رو کپی پیست کنیم دستی. پس هم میتونیم از اونجا ادیت رو بکنیم اصلاح بکنیم، هم میتونیم بیاییم توی دیتا بیسمون اصلاح کنیم. و میبینیم که موارد رو ثبت کرده اینجا، قسط دوم و قسط سوم. آلارم هم با سرش گذاشته که وقتی مثلا به این تاریخ رسید به ما آلارم نشون بده. خب منظور اون چی هست؟ فرض کنیم مثلا من الان دادهای هزینم رو ثبت کردم، سیو میکنم به اکسلم رو، میبندمش و حالا دوباره باز میکنم. وقتی که باز میکنم، فرض کنیم فردا اومدم یا پس فردا اومدم، هر روزی که باز کردم اول میاد یه چک میکنه ببینه آقا ناکن چک به این شماره برای هزینه این سر رسیده، چک به شماره این برای هزینه این سر رسیده، یعنی تو این روز پرداخت اوله و قسط دوم باید پرداخت بشه. حواسم باشه که حسابم پر باشه، یعنی اینکه برم قسطش رو پرداخت بکنم. حالا اگر بانکی باشه باید حواسم باشه که به صورت بانکی پرداخت بکنم. پس اینجا آلارم به این صورت هر روز به من نشون میده که چه قسطهایی رو باید پرداخت بکنم اگر آلارم ست کرده باشم واسش، و بعد میتونم ببندمش وقتی آلارمم رو دیدم. خب به همین سادگی ما میتونیم هزینه هامون رو اینجا ثبت کنیم از طریق دیتا انتری اینجا. به همین صورت هم برای درآمد ها هستش. فرض کنیم مثلا من تو تاریخ فردا 24 رو یه چکی رو باید نقد کنم، و فرض یه چک 5,000,000 تومانی، حالا شماره تراکنشش مثلا شماره چکش این بوده، به چه علت حقوق ثابت گرفتم یا سود بانکی گرفتم یا وام گرفتم از جای یا قرض گرفتم، اینجا میتونم چک کنم. یا اینکه فروش یا فرض کنم رفتم مثلا دلار داشتم، رفتم دلار فروختم،
به صورت یک جا هم گرفتم، نقد گرفتم برفرض، یا بانکی بود یا چک بود یا هر چیزی، از طریق پروژه گرفتم، نه فروش کالا، سود و سرمایه، فروش ملک، مثلا ماشین فروخته باشی. اینجا هم ما دقیقا تمام مواردی که به ذهنمون میرسید استفاده میشه رو اضافه کردیم. اگر چیزی بود که جا انداختیم، شما میتونیم بریم توی شیت لیست اون رو انتخاب کنیم. برفرض فروش ارز بوده، من دلار فروختم، اینجا میتونم بذارم توضیحات و ثبت درآمد انجام. وقتی که ثبت درآمد میکنم، میبینید که از هزینه هام کاهش میده، به این اضافه میشه و به این. و اینجا یه نمودار کوچیک خوبی رو به من نشون میده که میتونم ببینم که چطور بوده. خب حذف تراکنش هم که میاد بر اساس این شماره تراکنش حذف رو انجام میده. اگر این خالی باشه به شما ارور میده که میگه شماره تراکنشت رو نزدی. واسه اصلاح هم همینطور این ارور رو میده. حتما باید این رو وارد کنیم و بعد بتونیم اصلاحات یا حذف رو. اگر یادتون نمیاد اون شماره تراکنش رو، میتونیم بریم توی پایگاه داده اون رو سرچ کنیم. خب پس این ثبت هزینه و درآمد بودش، آلارمش رو هم دیدیم. توی نمودارها بیاییم یه توضیح هم در مورد داشبورد بدیم. وقتی که وارد این نمودار میشیم، حواستون باشه که این دیتا اینتری من دیتاهاش رو پاک میکنم توی دیتابیس، چون یه مقدار حجم شاید بره بالا، حدودا 1-2 مگ میشد بگیم، چند مگه، حجم زیادی هم نداره، حدودا 327 کیلوبایت. بذاریم باشه. خب وقتی که میخواین از این اکسل استفاده بکنین، اول بیاین حذف داده های پایگاه داده رو انجام بدین. من یه بار واسه تون حذف میکنم که ببینین. میتونین ذخیره کنین دیتابیستون رو، اگر ذخیره رو بزنین اون اکسل پایگاه داده تون رو توی اون جایی که میخواین، فرض کنیم مثلا تو دسکتاپ، اوکی، بر اساس اون نامی که میخواین، مثلا 1397، مثلا سالانه من اینا رو میخوام سیو میکنم، میتونم یه دونه بکاپ ازش بگیرم و وقتی که این رو میزنم یه اکسل جدا بکاپ میگیره و فقط هم دیتای من هستش. اینجا اگر بیایم توی اینجا میبینیم که بکاپ من رو گرفته و تو اینجا پایگاه دادم رو میتونم، و فقط از دیتام بکاپ میگیره. اینا حواسمون باشه. خب حذف داده‌های پایگاه دادم که میاد کل دیتابیسم رو پاک میکنه. حالا فرض کنیم من میخوام گزارش ببینم. اینجا یه سری نمودار واسه شما قرار دادیم و قبل از هر کاری به‌روزرسانی رو انجام بدیم. وقتی که دیتا داری اینتر میکنه، حتما حداقل یک هزینه و یک درآمد ثبت کرده باشیم و بعد به‌روزرسانی رو انجام بدیم. اگر این کار رو نکرده باشین، این نمودارهایی که اینجا واسه تون قرار دادیم یکم به هم میخوره، چون پیوت تیبل دیتا رو پاک میکنین اونجا، یه سری فیلترهای ما هم پاک میشن. پس حتما یه دونه، حداقل یه دونه هزینه و حداقل یک دونه درآمد زده باشیم و بعد به روز رسانی انجام بدیم. وقتی به روز رسانی رو میکنیم، نمودارهای ما به روز میشن. بعد من اینجا میتونم بر اساس نام و نام خانم، فرض کنیم من این اکسل اینطوری در نظر گرفته که واسه یک شخص، مثلا پدر خانواده هزینه رو ثبت میکنه یا مادر خانواده هزینه و درآمد رو ثبت میکنه و کنترل میکنه. میتونیم مثلا جداگونه بذاریم، مثلا آقای آریا بهروزی و خانومش جدا مثلا این هزینه و درآمدشون رو ثبت بکنم و اسمها رو جدا داشته باشیم. اون وقت میتونی اسمها رو انتخاب بکنی یا دوتاش رو انتخاب بکنی که با هم ببینی. فرض کنیم من میخوام مثلا فقط سال 1397 رو ببینم، اینجا میتونم سال 1397 رو کلیک کنم و گزارش مربوط به اون رو نگاه کنم که چقدر خرج داشتم، چقدر برج داشتم، درآمدهای من چه طریق بوده و غیره. روندش رو هم به صورت روزانه و ماهانه میتونم نگاه بکنم. یعنی که مثلا فقط واسه سال، اینجا هم به کلیه، مثلا توی این سال کلا اینقدر درآمد داشتم، اینقدر هزینه داشتم و اینقدر پسندازه که منفی بوده. مثلا واسه سال 98 هم به همین شیوه میتونم اونا رو انتخاب بکنم. اینجا برفرض میتونم ببینم چه قسطایی داشتم، جدول قسط همون میاره که تو سال 98 قسطی نداشتم. بعد میبینم که اکثر خرجام واسه خانوادم بوده، بعد واسه فرزندانم بوده و بعد سایر. واسه همسرم چیزی خرج نکردم، واسه خودم هم خوب خیلی کم خرج کردم، بیشتر خانوادگی بوده. یا اینکه میتونم از فیلتر خارج بکنم که کلش رو دوباره ببینم. یا فرض کنیم مثلا من میخوام تو سال 98 فقط واسه 2 ماه رو ببینم، ماه 1
اینجا کلیک میکنم رو ماه یک، کنترل رو کیبورد رو نگه میدارم و ماه سه رو مثلا با ماه دو رو سلکت میکنم. با کنترل سلکت میتونین چند تا ماه رو انتخاب کنین. برفرض مثلا من ماه یک رو اگر بخوام ببینم تو هر روزش چطور خرج کردم، میتونم ماه یک رو سلکت بکنم. اینجا میبینیم که فیلتر شده رو ماه یک، فقط یک ماه رو دارم میبینم و این هم روزهایی که هزینه داشتم. اینجا اصلا درآمد نداشتم، فقط هزینه داشتم. اینجا درآمد داشتم، اینجا درآمد و هزینه رو داشتم. میتونم واسه ماه یک سال 1398 رو جداگونه ببینم. اگر بخوام واسه دو ماه رو ببینم، میتونم کنترل رو نگه دارم و ماه دو رو هم سلکت بکنم که اینجا تغییرات اعمال میشه. میتونم بیام اینجا ببینم تغییر داشتم، مثلا من تو ماه دو بیشتر درآمد داشتم تا هزینه و روزهاشم. این مجموع درآمد و هزینه تو روز یک واسه ماه یک و دو رو داره نشون میده. خب به این صورت میتونم گزارشم رو ببینم و بعد میتونم خروجی ازش بگیرم که پی دی اف واسه من خروجی میگیره. مثلا توی دسکتاپ اول فولدرم رو انتخاب میکنم و بعد گزارشم رو اسم گذاری میکنم، مثلا ماه 01 و 02 واسه سال 98 نیومده و بعد اوکی میکنم. اینجا پی دی اف من رو استخراج میکنه. میتونم حالا برم دسکتاپ که انتخاب کردم پی دی اف گزارشم رو نگاه کنم که مجموع درآمد من، هزینه های من در سال 1398 ماه 1 و 2 و کل روزا واسه آقای آریا بهروزی چقدر بوده و سه صفحه گزارش رو به من میده. خب استفاده از این اکسل خیلی راحت هستش و خیلی میتونه کمکتون کنه واسه این که هزینه و درآمدهاتون رو مدیریت بکنین. خب دوستان فقط یه نکته رو باید در نظر بگیریم. فرض کنیم ما واسه دفعه اول این اکسل رو باز کردیم و میخواییم استفاده کنیم. اولین کاری که باید انجام بدیم حذف داده‌های پایگاه داده هستش که این رو میزنیم، این دکمه قرمز رو میتونیم بزنیم، حذف میکنه و تمام داده های این پایگاه داده من پاک میشه، خالی میشه. اینجا این که تیبل من خالی شد. خب تو دفعه اول شما چیزی که باید در نظر بگیریم، ما در گذشته شاید از نرم افزار استفاده نکردیم که بگیم آقا چقدر ورودی داشتیم، چه درآمدی داشتیم، چه هزینه‌ای داشتیم، یادمونم نمیادش و کجا باید شروع بکنیم. فرض کنیم خب امروز 23 بهمن هستش، من میام میبینم کلن موجودی نقد من یا پول من تو بانکم یا هر چیزی که دارم چقدر هستش. فرض کنیم من الان در حال حاضر 4 میلیون تومان کل سرمایه‌ام باشه، یه نقد من هستش توی بانک یا هر جایی که دارم. میام اولین 4 میلیون تومان اینجا میذارم، میام تو درآمدها. یه کدوم از اینا رو حالا میتونیم پیش‌فرض در نظر بگیریم، مثلا حقوق ثابت رو میتونیم در نظر بگیریم، یک جا در نظر میگیریم چون همه رو الان داریم، نقد هم در نظر میگیریم که اینا رو الان نقد داریم، میتونیم مثلا تو بانک و نقد رو جدا کنیم. بعد بیاین این رو هم سایر انتخاب بکنیم، یعنی موجودی اولیه من هستش. اینجا میتونم نام درآمد رو بنویسم موجودی اولیه، بعد اینجا بنویسم کل موجودی نقد و بانک من و بانک من در هنگام شروع استفاده از این نرم افزار. یه توضیح هم واسش بزنم. خب وقتی که این رو نوشتیم، حالا ثبت درآمد رو انجام میدیم. این درآمد ثبت میشه، این شماره تراکنش رو شما خالی گذاشتم، بخاطر این شماره سطر رو قرار میده. اینجا اگر بیایم توی دیتابیس، اینجا میتونیم ببینیم که الان ثبت شده و موجودی اولیه من هستش. یه کار جالب دیگه هم که میتونین انجام بدین، چون اگر ملکی، ماشینی، چیزی داریم میتونیم اون هزینه ها رو بزنیم، چون اونا سرمایه ما هستش و برفرض الان مثلا 400 میلیون چه میدونم پول خوب خونه است دیگه، میتونیم 400 میلیون تومان رو در نظر بگیریم. چند تا صفر این 400 میلیون تومان
مثلا خرید ملک و منزل بوده، خرج من بوده، یک جا در نظر میگیرم و فرض همه رو خریدم، الان تموم شد، اصلا نقدم دادم، نام هزینه خرید خانه، هزینه های قبلی، این جزء سرمایه من هستش و هزینه کردم قبلا و ثبت هزینه رو انجام میدم. یا مثلا خودرو خریده بودم، میتونم اینجا مقدار خودرو رو بزنم و هزینه‌ام رو ثبت بکنم. یه نکته دیگه هم باید در نظر بگیریم، فرض کنیم یه شخصی فقط تومن درآمد نداره، بر اساس مثلا دلار درآمد داره، میتونه مثلا بیاد بگه که اینجا من یه خدمتی رو به یک شخص توریست ارائه دادم، اون به من 100 دلار داده، این 100 دلار در حال حاضر فرض کنیم مثلا 12,000 تومان هر دلار باشه، 1,200,000 تومان من درآمد داشتم. خب این رو بعد به ریال بزنیم اول، چون ما الان بر اساس تومان داریم کار میکنیم، اول باید بر اساس تومان بزنیم، 1,200,000 تومان فروش یا خدمت دهی انجام دادم، یه جا نقدم گرفتم، بعد اینجا ارائه خدمات بوده که من دادم دیگه، پروژه مقطعی رو میتونم سلکت کنم، خدماتی که ارائه دادم یه پروژه مقطعی بوده، بعد میتونم بگم که اینا رو دلیت کنم. خب نام درآمد، ارائه خدمت یا خدمت دهی به توریست خارجی، ارائه خدمت به یک توریست که 100 دلار پرداخت، این 100 دلار پرداختی که انجام داده رو ثبت میتونم حالا بکنم. یه دونم هزینه باید اینجا ثبت بکنم، در واقع من نمیخوام دلارمو به تومن تبدیل کنم، به خاطر همین کافیه که بیام اینجا توی هزینه هام یه خرج در نظر بگیرم، فرض میکنم رفتم دلار خریدم، ارز رو انتخاب میکنم، یک جا بوده، حالا مثلا برای خودم، فرزندم یا خانوادگی یا خدمات کاری، دقیقا میتونم مثلا خدمات کاری رو در نظر بگیرم، اینجا به صورت نقد خرید دلار بنویسم، دریافت دلار از توریست، اینجا هم ثبت کنم. حالا این رو من ثبت هزینه میکنم دیگه، شماره تراکنشش هم تغییر میدم. خب اینجا ثبت میشه. کاری که اینجا کردم چی بوده؟ اومدم دلار گرفتم از شخص، این دلار رو مبلغ ریالیش رو در نظر گرفتم، گفتم 1,200,000 تومان درآمد داشتم، ثبت درآمد کردم، ولی دلار رو نمیخوام بفروشم، چون دارم با تومان کار میکنم انگار رفتم از صرافی دلار خریدم، پس ثبت هزینه دلاری میکنم و از این طریق میتونم در نظر بگیرم که چقدر دلار دارم. حالا بعدن دوباره رفتم دلارمو به تومان تبدیل کردم، میتونم اینجا دوباره درآمد بزنم که اینجا مثبت میشه درآمد من دوباره و میگم فروش ارز بوده اینجا. خب این هم نکته‌ای بودش که میخواستیم اینجا خوب رعایت بکنیم، واسه اینکه درآمدها و هزینه‌هامون رو مناسب بتونیم مدیریت بکنیم. ممنون از توجهی که داشتین، خدا نگهدار.